سلام دوستان، بهزاد هستم. امروز با جلسه چهارم آموزش ساز سه‌تار همراه با شما هستم. اگر از ویدیوها استفاده میکنید و خوشتون میاد، میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید یا اون زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدید رو مرتب ببینید. خب، جلسه چهارم ما برای تشخیص نوتهای سیاه و چنگ در واقع تشکیل شده که شما یاد بگیرید تفاوت این نوتها اولندش در چی است و بعد به چه صورت اجرا می شوند و در آخر ما یاد بگیریم که اونا رو دقیق با برنامه متونوم اجرا کنیم و ضبطش کنیم. خب، در تصویر یک در واقع لاین می بینید. من این لاین رو اگه بخوام برای شما تجزیه و تحلیل کنم، اول کلید برای شما کلید سول رو نوشته. کلید سول دوستان به این معنیه که محدوده صدایی ساز شما در محدوده صدایی کلید سول قرار گرفته. معمولا برای سازهای مثل تار، ستار، ویولون و کمانچه که دو اکتاو و نیم هستن کلید سول رو استفاده میکنن، ولی برای سازهایی که اکتاوهای گسترده تری دارن مثل پیانو، به علاوه از کلید سول از کلیدهای دیگری رو هم استفاده میکنن مثل کلید فا و کلید دو. ما در کلید سول بعد از کلید سول یک میزان نما داریم که نوشته 2/4، یعنی صورت دو نوشته، مخرج 4. من بخوام خلاصه این رو براتون توضیح بدم و تجزیه تحلیلش کنم. صورت تعداد رو نشون میده، دوستان یادداشت کنید، صورت تعداد رو نشون میده، مخرج نوع نوت رو نشون میده. به چه معنا؟ تعداد یعنی 2 تا، 4 مخرج به معنی نوت سیاه هست. خب، یعنی ما در هر میزان 2 تا نوت سیاه داریم. شما اگه خوب دقت کنید به تصویر، یک خط افقی در واقع ترسیم شده که در واقع میزان شما رو برش برش کرد و برید. خب، ما به اینا میگیم خط میزان. خب، و نوت هایی که در هر میزان قرار گرفتن نوت سیاه هستن، همونجور که میبینید، و دقیقا 2 تا نوت سیاه داریم. حالا شما ممکنه بپرسید چرا در واقع عدد 4 نماینگر نوت سیاه است. 4 تقسیمی از نوت گرد هست. اگه ما نوت گرد رو 1/1 در نظر بگیریم، همینجور که در تصویر میبینید، و نوت سفید رو 1/2 نوت گرد در نظر بگیرید، یعنی هر گرد تبدیل میشود به 2 تا سفید، و همچنین اگه هر سفید رو ما تبدیل کنیم به 2 تا نوت سیاه، پس اون پایین اگه دقت کنید هر 4 تا نوت سیاه برابر با 1 نوت گرد میشه. پس ما مخرج 4 رو هر جا که میبینیم نماینگر نوت سیاه است، و اگر مخرج 2 رو دیدیم نماینگر نوت سفید است، چون تقسیم دوتایی نوت سفیده. صورت هم که تعداد رو نشون میده دیگه، ما در میزان در واقع 2 تا نوت سیاه داریم که بالاشون هم 8 گذاشته، به معنی اینکه ما این درس رو با مضراب راست بزنیم. به این میگن مضراب راست، به حرکت رفت میگن راست، به حرکت برگشت میگن چپ، که ما فعلا کار با مضراب چپ نداریم و راست بزنیم. خب، من یک بار این درس رو بدون متونوم اجرا میکنم برای شما و به صورت تجربه شما یادش بگیرید، بعد وارد جزئیات بیشتر میشیم. دو 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 دو، سکوت. پس شد 7 تا نوت دو با یک سکوت که کلن 8 تا نوت رو داریم، و در آخر توی تصویر میبینید ما 2 لا خط پایان را داریم، یعنی دیگه خط تمام میشه و خط به اتمام میرسه و تمام، دیگه ادامه نمیدیم. دوباره یک بار دیگه برای شما مضراب راست میزنم، 1 2 1 2 این سری میشمارم، 1 2 1 2 1 2 1 2، دو آخر رو من سکوت شمردم. حالا دوستان، دقیقا ما قراره اینجا یاد بگیریم با دستگاه به نام دستگاه مترونوم این قطعه رو اجرا کنیم. همونجور که تو تصویر میبینید، من یک صفحه الان روی تبلتم نصب کردم. این برنامه آبی رنگ، یعنی گوشه سمت راست بالا
برنامه است به نام سانکارست تیونر، یکی از برنامه های خوب تمرینی هم برای کوک کردن ساز و هم برای استفاده از مترونومش. ما اینو باز میکنیم، میبینیم که اون بالا نوشته تیونر، این قسمت برای کوک کردن سازه که من حالا در موردش صحبت میکنم. روی این عدد 50 اگه بزنیم میریم رو قسمت مترونومش. خب در واقع ما یه اسکیل سرعت داریم که من با تغییر دادنش سرعت قطعه رو بالا پایین میکنم. شما این رو 50 بذارید برای شروع کار. این پایین گفتم همون تقسیم بندی میزانه 2 4 4 4 که این عدد رو ما روی 2 تنظیم میکنیم، یعنی فعلا رو 4 و 3 نمیذاریمش، دلیل نداره. این مثلا با حرکت دستم نشونش دادم. خب این رو 2 میذاریم. بعد خب بقیهش هم که دیگه والوم صدا هست. خب ولوم صدا هست که ما میتونیم در واقع صدای متونوم رو، حالا اینجا زیاد شد اینجا هم کم، با توجه به نیاز خودمون صداش کم زیاد کنیم. من این درس رو دوستان با صدای، یعنی با سرعت 50 اجرا میکنم. شما هم اول با سرعت 50 این درس رو اجرا کنید. یکی از این ضربا صداش نازک داره، گوش کنید. این تیک، این نازک کلوف، شما با اون ضرب نازک قطعه رو شروع کنید. این ضرب نازک در واقع یه پالس و یک گاید برای استارت درس ما هست. خب من این درس رو با مترونوم براتون اجرا میکنم. دو 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 سکوت. این آخری رو من نزدم و شمردمش، یه بار دیگه میزنم. باشه من با او ضربه شروع کنم. دو 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 سکوت. خب این شد درس اول که اجرای نوت دو روی سیم اول بود. اسم سیم اول دو نام دارد و نوتش این شکلی است. اگه یادتون باشه جلسه قبل گفتم لیست نوتا رو شما باید حفظ کنید. این چیزی که تو تصویر براتون میذارم، بازم بهش اشاره میکنم، همون صفحه که هست که اسم همه نوتا رو به ترتیب نوشته. شما باید اسم نوتا رو حفظ کنید و من به شما یاد میدم که هر کدوم از این نوتا کجای ساز شما قرار میگیرن. خب دیدید که روی سیم اول شما قرار گرفتن. این دو سیم اول شما میشه دو، یعنی شما دارید این نوت دویی که تو تصویر هست رو مینوازید. درس دو هم سول هست، دقیقا مثل درس یک هست، فقط روی سیم دوم که اسمش سول هست نواخته می شود. پس شما دارید نوت سول رو اجرا می کنید. درس دو اجرا می شود. سول 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 سکوت. یه بار دیگه هم اجرا می کنم درس رو. سول 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 سکوت. درست شد. و در نهایت درس سه که تلفیق و ترکیبی از درس یک و دو هست، دو تا دو، دو تا سول، دو تا دو، دو تا سول، یه دو، یه سول، یه دو و سکوت رو من براتون اجرا میکنم به این صورت با ضرب نازک. دو دو سول سول دو دو سول سول دو سول دو سکوت. دوباره دو دو سول سول دو دو سول سول دو سول دو سکوت. سکوت هم در واقع شما در ذهن خودتون میشمارید. اگر هم خوب دوست داشتید میتونید به جای دو دو سول سول به این صورت بشمارید. یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک سکوت و فرق نداره. خب برای این جلسه کافیه شما همین سه خطی رو که من اینجا براتون گذاشتم تمرینش کنید. نوتش رو من داخل کانال تلگرام میذارم، لینکش هم این پایین براتون میذارم که راحت نوت این سه درسی که من به شما دادم رو تمرین کنید تا بریم برای جلسه بعدی.